سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 18 ماه جدی سال 1393 هجری خورشیدی و 8 ماه جنوری سال 2015 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. با کنش مشاور رئیس جمهور غنی به اتهام خیانت ملی به رئیس جمهور رسوی مجلس. اگر بخوایم بر اساس فهم کوچه بازاری خیانت ملی را مطرح بکنیم، شاید خیلی از اعضای پارلمان خودشان مرتکب اون نوع خیانتی باشه که علیه رئیس جمهور ادعا می‌کنند. ستایش عالمان دین و اعضای جامعه مدنی از فداکاری‌های نیروهای امنیتی. عمل جراحی ستایش برانگیز در شفاخانه سردار محمد داوود خان. با واکنش رئیس جمهور به حمله هراس افگنانه بر دفتر یک نشریه فرانسوی. مشروع خبرها. آن نمایندگان که رئیس جمهور را به خیانت ملی متهم ساختند درک درست از قانون اساسی ندارند. مشاور رئیس جمهور در مسائل حقوقی با ابراز این مطلب میگوید که اگر قانون اساسی بر بنیاد واژه های کوچه و بازار تفسیر شود، بسیاری از نمایندگان نیز به خیانت ملی متهم می شوند. با تاکید می ورزد که این گفته های نمایندگان مجلس انگیزه سیاسی دارد و مجلس نمایندگان از رهگذر قانونی نمی تواند بر رئیس جمهور فشار آورد. صالح سادات گزارش می دهد. جنجال ها در پیوند با معرفی کابینه اکنون تنش ها را میان قوه اجرائیه و قوه مقننه به میان آورده است. مشاور رئیس جمهور در مسائل حقوقی در واکنش به گفته های نمایندگان که رئیس جمهور را به خیانت ملی متهم ساختند میگوید که این کار انگیزه سیاسی دارد. اگر بخوایم بر اساس فهم کوچه بازاری خیانت ملی را مطرح بکنیم، شاید خیلی از اعضای پارلمان خودشان مرتکب اون نوع خیانتی باشه که علیه رئیس جمهور ادعا میکنند. در همین حال شمار از حقوقدانان میگویند که در قانون اساسی ماده ای نیست که بر بنیاد آن اگر کابینه تا 3 ماه معرفی نشود رئیس جمهور خائن گفته شود. پارلمان بر اساس تفسیرات نادرستی که از قانون اساسی و از ماده 69 کردن، اونا یک تفسیر نادرست به کار میبرند. در ماده 69 قانون اساسی گفته شده است که رئیس جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسئول می باشد. اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان می تواند تقاضا شود. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل اعضای مجلس تایید گردد، مجلس نمایندگان در خلال یک ماه لوی جرگه را دایر می نماید. بحران سیاسی در یک کشور وجود داره، بحران به اعتمادی وجود داره. اینا جز منافع ملی هست یا منافع ملی نیست؟ ای کی بلخص ضربه زده به اینا؟ یک پیام بسیار درشتی بود که باید امروز از این پیام انتباه بگیرن که با سرنوشت مردم بازی نکنن، هر چیزی تر کابینه را معرفی کنن. شمار از نمایندگان مجلس در نشست روز چهارشنبه تمامی رکود اقتصادی و گسترش نامنی ها را در کشور برخواسته از تأخیر در معرفی کابینه گفتند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم های سازمان یافته سازمان ملل متحد فساد گسترده را در نهادهای دولتی علت افزایش ناامنی ها و تولید مواد مخدر در افغانستان می داند. این در حال است که چند پیش یک قاچاقبر بزرگ با پرداخت 14 میلیون دلار به قاضیان از زندان فرار کرد. یکی از اعضای بلندپایه دادگاه عالی نیز فرار لعلجان اسحاق زی قاچاقبر مواد مخدر را از زندان یک فاجعه بزرگ می داند. عازم آرش گزارش می دهد. رشوه‌خوری گسترده در دستگاه دولت مانع عمل شدن قانون بر مجرمان شده است. بر بنیاد گزارش ها چند پیش یک رشوه بزرگ در کشور یکی از سردستگان قاچاقبران مواد مخدر را از زندان فرار داده است. لعلجان اسحاق زی از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر است که با پرداخت یک رشوه چند میلیون دلاری از زندان فرار کرد. اداره مبارزه با جرم های سازمان یافته و مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز از گسترش فساد در نهادهای دولتی نگران است. مواد مخدر در افغانستان کشتش، تولیدش و قاچاقش یکی از علت های افزایشش فساد اداری است، متاسفانه که رابطه تنگاتنگ با قاچاق مواد مخدر داره و امی فساد اداری قاچاقبرا را
برشان حاکمیت میتن. در حالی که دستگاه قضا بیشتر از بر فساد انتقاد می شود، سرپرست ریاست دادگاه عالی به این انتقادها چنین واکنش نشان می دهد که ریشه فساد ما از بیخ کندیم. به نام فساد را در سر محکمه، غیر از اینکه پشت پرده کسی به کسی پیسه به تو پیسه بخواه و پیسه مورد داد و ستت قرار بگه، لاده اگه پست که من نمی بینم یا از نظر ما دور است یا از کنترل ما بیرون باشه. در این حال یکی از اعضای دادگاه عالی که نمیخواهد نام از وی گرفته شود، رهایی لهلجان اساقزه قاچاقبر بزرگ مواد مخدر را یک فاجعه دردناک در دادگاه عالی میداند. لهلجان اساقزه که نامش در فرس سیاه قاچاقبران مواد مخدر ایالات متحده آمریکا نیز جا دارد، چند سال پیش در افغانستان بازداشت شد. گزارش ها میرسانند که وی با پرداخت یک رشوه 14 میلیون دلاری از زندان پلچرخی به زندان در کندهار انتقال داده شد. سپس از اون زندان فرار کرد و با پاکستان رفت. یک هفته پس از اینکه نیروهای افغان مسئولیت کامل تامین امنیت کشور را بر عهده گرفتند، برخی از عالمان دین، اعضای جامعه مدنی و شهروندان کشور در ولایت‌های گوناگون فداکاری‌های روز افزون نظامیان کشور را ستایش می‌کنند. شهروندان کشور با اهدای خون قربانیان نظامیان را می‌ستایند و از آنان می‌خواهند که با دشمنان افغانستان به گونه جدی برزمند. شریف امیری گزارش می‌دهد. حالا دیگر روزهای فرارسیده است که مردم از نظامیان با گلها استقبال می کنند و حاضر هستند تا به این نیروها خون بدهند. اینان به کسان خون می دهند که در میدانهای جنگ یا اعضای بدنشان را از دست دادند و یا هم سلامتیشان برای تأمین امنیت مردم به شدت آسیب دیده است. مر خپل امنیتیز واکونه با نجاخ که و چی در افغان زوانان ملاتر دوی سرده ای؟ روند استقبال از کارکردهای نظامیان افغان با گلها و اهدای خون به این نیروها تنها در پایتخت محدود نمانده است، بل در ولایت بادغیس نیز شمار از عالمان دین، دانشجویان و اعضای جامعه مدنی از نظامیان افغان با گل استقبال کردند. تقدیر مادی و معنوی شوند، تقدیری که ما کردیم واقعا شایستگی از اینا را به حساب نداشته، بعد از این بیشتر هم تقدیر شوند. نظامیان افغان هم از بهر پاسبانی از مردم اطمینان می‌دهند. ما تا یک قطره خون دست باشیم از این مردم، از این جامعه، از این افغانستان خود دفاع میکنیم. تا خون در تن داریم به مردم افغانستان خدمت خواهیم کرد. بلخ هم از این روند بدور نمانده است. باورهای این هستند که نظامیان افغان این روزها با استقبال بی پیشینه مردم روبرو شدند. هر فردی از افراد جامعه اسلامی ما در افغانستان وظیفه داره با پشتبانی از نیروی دفاعی کشور خود پشتبانی بکنه. پشتیبانی مردم از نظامیان افغان یک اصل عمده پنداشته می شود، چیزی که روحیه این نیروها را بیشتر و به ادامه ماموریت دلگرمتر خواهد ساخت. شورای علمای کشور در برابر فتواهای مولانا فضل رحمان درباره جایز دانستن جهاد در افغانستان باید واکنش نشان بدهد. شمار از نمایندگان مجلس در مراسم انتقال مسئولیت های امنیتی در فرقه 111 وزارت دفاع ملی میگویند که دفاع نیروهای امنیتی از کشور و مردم یک عبادت است و نیروهای امنیتی نباید زیر تاثیر تبلیغات دشمن قرار بگیرند. در همین حال مسئولان نهادهای امنیتی میگویند که نظامی پوشان کشور بیشتر از پیش باید در خدمت مردم باشند. طارق مجیدی گزارش میدهد. این نیروها در برابر فرماندهانشان گوش به فرمان صف کشیدند و خودشان را برای تامین امنیت سراسری کشور آماده ساختند. با شکل مزاورانه و مزدورانه توطئه‌ها و دسایس هنوزم متاسفانه در افغانستان از طرف حلقات استخباراتی موجود است. ما اگر از یک هفته بیشتر زمان تایم کار ما 2 ساعت بود، حال اجاب ازیرا میکنن ما باید 4 ساعت کار کنیم. مسئولان امنیتی میگویند که این نظامیان راه دشواری در پیش دارند و پس از پایان فصل سرما آنان برای پاکسازی مخالفان در گوشه و کنارهای کشور گواه عملیات ها و نبرد های سختی خواهند بود. در این مراسم نظامیان و غیر نظامیان بر ایستادگی در برابر فتواهای مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان تاکید می‌ورزند. امین مولوی صاحب فضل الرحمن در هر دیوال مدرسه حقانیه گفته بود جهاد افغانستان دفاع پاکستان است.
حال تو چطور سر افغانستان فتوای جهات میتی؟ شاید مسلمانانو دی آرام و سیدو دی امنیت پا خاطر باندی سترگ پا پیرک پت نکری پا دو سترگو باندی پا ورز دی قیامت دی جهنم هور حرام ده. در روزهای نیروهای امنیتی یکی پای دیگر توانایی هایشان را به نمایش میگذارند. این نیروها میگویند که در 13 سال گذشته با تلاش و فراوان و اندوختن تجربه های زیاد اینها صف طولانی در برابر مخالفان تشکیل دادند که مخالفان نمیتوانند به سادگی این صف در هم بشکنند. سید طارق مجیدی، تولونیوس. با این همه آمدن کسی که با فتوایش کشتن زنان، کودکان و مردان افغانستان را جایز شمرده است، به حرمتی به خاک و مردمان کشور است. شمار از فعالان جامعه مدنی با تاکید بر این مطلب در اعتراض به سفر مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان به افغانستان امروز در کابل تظاهرات راهپیمایی کردند. این فعالان جامعه مدنی میگویند که حکومت به جای مولانا فضل الرحمن و کسان دیگر که هیچ گونه سرگذاری بر گفتگوهای صلح ندارند باید با نظامیان پاکستان گفتگو کند و بر پاکستان برای قطع حمایتش از هراس افغانان فشار آورد. کریم امینی گزارش می‌دهد. مولانا فضل الرحمن، این ملای پاکستانی، هنگام بذر نفرت از خودش را در دلهای مردمان کشورمان کاشت که جنگ را در افغانستان جایز دانست. اکنون که از سفر وی به کابل برای گفتگو با رهبران حکومت وحدت ملی سخن گفته می شود، فعالان جامعه مدنی به جاده ها ریختند و با آتش زدن تصویرهای مولانا فضل الرحمن و شعارهای ضد وی مخالفتشان را با کارنامه های این ملای پاکستانی نشان دادند. به صورت منظم گروه های دهشت افغان را برای راه اندازی عملات انتحاری به ویژه در برابر اهداف ملکی تشویق و بسیج می نماید و به آنان زمینه آموزش های دهشت افغانی را فراهم می کند. ملا فضلو قاتل است، فتوای او باطل است. ملا فضلو قاتل است، فتوای او باطل است. تبانی با ترورستان، قربانی افغانستان. تبانی با ترورستان، قربانی افغانستان. پیش از این ریاست جمهوری اعلام کرده است که هیئتی از رهبران پرنفوذ سیاسی و مذهبی پاکستان به دعوت رئیس جمهور غنی به کابل می آید. هدف این مسافرت رایزنی ها درباره آوردن صلح و ثبات در منطقه گفته می شود. پیش از این گفته های وجود داشتند که مولانا فضل الرحمن نیز مشمول این هیئت است. اکنون منابع می گویند که این ملای پاکستانی مشمول این هیئت نیست. در افغانستان که 99% کشور اسلامی است و جهاد را به تعبیر مثبتش اگر اعلان بکنیم باید در کشور خودشان باشه و به او خاطر ما اجازه استاد شدیم که اونا باید قدم نگذارن در افغانستان. فقط ایستادن و ایستادگی در برابر فضل الرحمن پاکستانی نیست. ما اصل هدف ما که در بطن خود مفهوم ایره داره به این را میرسانه که ما در برابر فضل مانند هایی که در افغانستان هستند در حکومت ما آنند، جریان دارند، جریان هایی که فعلا دارند عمل میکنند، تحرک دارند. مولانا فضل الرحمن از چهره های پرنفوذ مذهبی در پاکستان است. از وی به نام پدر معنوی طالبان نیز یاد می شود. نهادهای جامعه مدنی کشور باور دارند که دعوت از وی به کابل برای گفتگو گونه از باج دادن سیاسی و پشتبانان هراس افغانان است. پزشکان شفاخانه سردار محمد داوود خان جراحی ستایش برانگیز را انجام دادند. این پزشکان پس از برداشتن بخش از استخوان کاسه سر یک سرباز ارتش، پارچه یک موشک را از مغز وی بیرون کشیدند. پزشکان میگویند که این سرباز پس از 4 ماه به هوش آمده و وضع بهداشتیش رو به بهبود است و به زودی یک کاسه سر دیگر به سرش پیوند خواهد شد. عازم آرش گزارش میدهد. عطاءالرحمن سرباز ارتش ملی در یک نبرد سخت در ولسوالی دانگام ولایت کنر حدود 4 ماه پیش زخم برداشت و پارچه یک موشک بر سرش فرو رفت و در مغزش جا گرفت. عطاءالرحمن 24 سال است. این سرباز 4 ماه بیهوش بود و پس از یک جراحی 2 ساعته پزشکان شفاخانه سردار محمد داوود خان اکنون به هوش آمده است. نصف کره دماغ ازی تخریب است و امی عظم یا استخوانی که جمجمه را تشکیل میده تقریبا نصف جمجمه برداشته شده که او باید برداشته میشد به خاطر که هم تخریب بود و هم دماغ زیر فشار بود و ماندن از او لازم نبود. این سرباز اکنون چشمانش را باز کرده است و چهار اطرافش را نگاه میکند.
پزشکان میگویند که وضعیت بهداشتی عطا الرحمن رو به بهبود است و اکنون میتواند به گونه عادی دست و پایش را حرکت بدهد. مریض چون ترخستوم داشت و این قسمت گلنش عملیات شده، به او خاطر تا حال فعلا گپ زدن نمیتونه، اما حرکات دست و پایش و حرکات چشمش و تمام گپاش نرمال است. پزشکان میگویند که کاسه سر عطا الرحمن شدیداً صدمه دیده بود و کاسه سرش را بیرون کشیدند. این پزشکان میافزایند که به زودی یک کاسه سر دیگر را به وی پیوند خواهند داد. رئیس جمهور غنی حمله حراس افغانانه بر مجله شارلی ابدوی فرانسوی را سخت نکوهش میکند و میگوید که حمله بر غیر نظامیان و افراد بی‌دفاع حمله های وحشیانه هستند. شماره از روزنامه‌نگاران کشور حمله بر رسانه ها را حمله بر انسانیت میدانند و حمله بر این هفته‌نامه فرانسوی را نکوهش میکنند. رئیس جمهور غنی حمله مسلحانه را بر مجله شارل ابدو یک عمل زشت می‌داند و می‌گوید که مبارزه با حراس افغانی نیاز به همکاری‌های مشترک دارد. سخنگوی رئیس جمهور غنی می‌گوید که این حمله ظالمانه هیچ توجیه پذیر نیست. ما به شدت این عمل حراس افغانانه را نکوهش می‌کنیم. کشتن مردمان بی‌دفاع و غیر نظامی یک عمل زشت است. هیچ توجیه برای چنین عمل ظالمانه‌ای وجود ندارد. بخش کارتون پیامبر بزرگ اسلام در این هفته‌نامه علت اصلی حمله بر این نشریه گفته شده است. نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان نیز این حمله را سخت نکوهش می‌کند، اما پخش کارتون پیامبر را نیز کار نادرست می‌داند. از طرف ما هم ترسیم کاریکاتورا مردود و محکوم بود و هم کشتن انسانایی که متأسفانه در اروپا و در فرانسه صورت گرفته مردود و محکوم است. شماری از روزنامه‌نگاران کشور نیز به این حمله واکنش نشان می‌دهند و آن را حمله بر انسانیت می‌دانند. حمله بر یک رسانه، بر هر اسم و رسمی که اتفاق می‌افته، حرکت ضد انسانی است و حرکت است که قابل تقبیح. روز چهارشنبه سه مرد تفنگدار با حمله بر دفتر هفته‌نامه شارل ابدو 12 تن را کشتند و 20 تن دیگر را زخمی ساختند. حمله کنندگان گفتند که آنان انتقام پیامبر را گرفتند. این حمله با نکوهش های جهانی روبرو شده است. ادامه خبرها تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. تیراندازی تازه ترس و نگرانی را در میان باشندگان شهر پاریس دو برابر ساخته است. در حالی که عملیات گسترده برای ردیابی دو مهاجم دیروز بر دفتر یک هفته نامه در پاریس ادامه دارد، امروز یک مرد مسلح در جنوب این شهر به سوی پلیس تیراندازی کرد. وزیر داخلی فرانسه میگوید که در این رویداد یک پلیس زن کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشته. در همین حال پلیس فرانسه از حمله مردم بر چندین مسجد در پاریس خبر می‌دهد. در حالی که فرانسویان امروز از بحر حمله دیروز بر دفتر یک هفته نامه تنزی سوگواری میکردند، تیر اندازی دیگر ابزارا در شهر پاریس برهم زد. پلیس فرانسه میگوید که در تیر اندازی یک مرد مسلح در یک ایستگاه مترو امروز یک پلیس زن کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشت. مهاجم بازداشت شده، اما پیوند داشتنش با حمله دیروز ثابت نشده است. در همین حال دبیر کل سازمان ملل میگوید که حمله بر دفتر هفته‌نامه شارل ابدو جنایت بی‌رحمانه و تجاوز آشکار به پایه‌های مردم سالاری و آزادی بیان است. این حمله وحشتناک از بحر ایجاد تفرقه انجام شده است. ما نباید بدام بیفتیم. این یک لحظه همبستگی سراسر جهان است. ما باید برای پشتیبانی از آزادی بیان و شکیبایی نیرومند بیستیم. باراک اوباما این حمله را نشانی از ترس حراس افغانان از آزادی بیان می‌داند. درباره چیزی که من خیلی اطمینان دارم این است که ما ارزش‌های مشترک با مردم فرانسه داریم. صدای آزادی بیان چیزی است که نمی‌توان آن را با چنین خشونت‌های احمقانه خاموش کرد.
دو مرد مسلح دیروز در حالی که شعارهای الله اکبر سر می دادند وارد دفتر مجله تنزی شارل ابدو شدند و 12 تن را با شلیک گلوله ها کشتند و 9 تن دیگر را زخمی کردند. این هفته‌نامه پس از آن که در سال 2011 کاریکاتورهای پیامبر بزرگ اسلام را پخش کرد بارها به حمله تهدید شده بود. ادامه خبرها پس از یک وقفه کوتاه. ادامه خبرها. مسئولان فدراسیون زنان بازرگان از حکومت میخواهند که برای حمایت مالی از زنان بازرگان در کشور یک صندوق ویژه را ایجاد کند. آنان میگویند که در سالهای گذشته میلیون ها دلار کمک های مالی به نام زنان بازرگان حیفا میل شدند. مسئولان فدراسیون زنان بازرگان میگویند که با توجه به تعهدات تازه جامعه جهانی، حکومت باید با ایجاد راهکار روشن حمایت مالی زنان بازرگان در کشور صندوق ویژه حمایت های مالی ایجاد کند. امیدوار هستیم که نه تنها در کابل برای ایده محدود برسد. در همین حال شماری از زنان بازرگان نیز خواهان نظارت جدی بر هزینه کمک‌ها در این بخش هستند. اگر واقعا کدام مدیریت قوی باشه و که این پولا واقعا حق به حقدار برسه بسیار خوب گپ است، مگر کدام امید نداریم. این در حال است که گفته می شود در حال حاضر با وجود کمک های انگفت شماری از کمک کنندگان برای زنان بازرگان در کشور، اثرات این کمک ها در بخش زنان بازرگان بسیار اندک است. با بیننده های ارجمند، خبرهای ورزشی امشب را همکارم سمیر رسا تقدیمتان میکند. تشکر. خبرهای ورزشی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان میشود. با عرض سلام. تیم ملی کرکت کشور در برابر اسکاتلند به پیروزی دست یافت. در این دیدار نخست بازی را اسکاتلند آغاز کرد و در 45 اوور 237 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد. افغانستان موفق شد هدف تعیین شده را در اوور 39 انجام دهد. میلی پوشان کرکت در دومین دیدار دوستانه‌شان برای به دست آوردن آمادگی های بیشتر برای حضور موفقانه در جام جهانی 2015 استرالیا به روز شنبه در برابر آیرلند قرار خواهند گرفت. تیم ملی فوتبال افغانستان در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی فوتبال یک پله صعود کرد. تیم ملی فوتبال کشور در نخستین رده‌بندی سال 2015 میلادی با 190 امتیاز در جایگاه 142 جهان و 22 آسیا قرار گرفت. تیم ملی فوتبال آلمان همچنان در جایگاه نخست جهان ایستاده است و تیم‌های آرژانتین، کلمبیا، بلژیک، هلند، برزیل، پرتغال، فرانسه، اسپانیا و یوروگوئه در مکان‌های دوم تا دهم جهان قرار گرفتند. قهرمان پیشین المپیک زمستانی در دور نخست رقابت‌های جام جهانی اسکی در اتریش دچار حادثه شد و در حالت بیهوش به بیمارستان انتقال یافت. سیمون آمان اسکیباز سی‌وی‌سی از ارتفاع 136 متری پرشش را انجام داد که در هنگام فرود آمدن تعادلش برهم خورد و به زمین برخورد کرد. 16مین در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا فردا در استرالیا آغاز خواهند شد. دیدار افتتاحیه رقابت‌ها را تیم‌های استرالیا و کویت در ورزشگاه 30000 نفری ملبورن برگزار خواهند کرد. قضاوت این دیدار به عهده روشن ایرماتوف، داور سرشناس ازبکستانی است. مرحله 1/8 پایانی جام حذفی فوتبال اسپانیا با شکست رئال مادرید پیگیری شد. اتلتیکو مادرید که در ورزشگاه خانگیش از رئال مادرید پذیرایی میکرد، در پایان با گل‌های رئال گارسیا و خوزه خیمنز 2-0 رئال مادرید را از پیش رو برداشت تا دومین شکست پی در پی رئال در سال 2015 میلادی رقم خورد. در مهمترین دیدار امشب بارسلونا از الچا پذیرایی خواهد کرد. برنامه های دیگر تولو نیوز و تولو را هم دنبال کنید. خدا نگهدار.